سلام آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه امروز ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دیروز و امروز همیهنان گرامی، علی خامنه ای رهبر اراذل اوباش کل جهان و رهبر واقعی داعش و رهبر روزخانها دو سخنرانی کرد در حضور کسانی که هر چند وقت یک بار اینا رو به عنوان اعضای عالی رتبه دولتی، مقامات نمیدونم بالای حکومتی، شعرا، استادان دانشگاه، رهبران به اصطلاح احزاب مختلف، این چیزایی که خودشون به وجود آوردن دارم خدمتتون عرض میکنم، یا آخوندهایی که از قوم اومدن، یا کارگران، دانشجویان، دانش آموزان. ولی در یک مسئله هم میهنانی گرامی، شما اگر دقت بکنید اکثر این اراذلی که نشستن در تمام این نشست هایی که در حضور آقای معظم به اصطلاح انجام میشه، این قیافه ها رو میبینید. استادان دانشگاه تو اینا همین اراذل رو باشو میبینید به عنوان استادان دانشگاه، فرماندهان سپاه و بسیج و نیروی انتظامی همین اراذل اوباشون پشتر میبینید و اراذل اوباش سپاهی رو جلوتر، دانشجویان همینطور، کارگران همینطور، زنان هم که به عنوان طبقه دوم سوم یکی لشک سر اون خانما میکنن و اونا هم یه گوشهی حضور دارن معمولا، ولی اصلا به بازی گرفته نمیشن. حتی این آقای معظم رهبر روزخانه های جهان حتی به اون برم نگاه نمی کن. بگذاریم، فقط برای اینکه جنسشون جور باشه توی این مجلس طویله، مجلس احمقانه دورهای مختلفش حالا فرق نمی کنه، یه عده از این خانمای لچک به سر حاج خانم رو میبرم تو. که این جالبه، مثلا در دوره نهم دهم این طویله مجلس، زنانی که تو مجلس بودن بیشتر از اون اراذل اوباش دیده بر ضد زنان میهن ما قانون رو میخواست بگذارونن. شما این چیزا تعجب بکنید همیهنان گرامی، وقتی که دادگستری یک مملکت تبدیل میشه به بیدادگری، وقتی که نیروی انتظامی که در همه جای جهان، گفتم من بارها، وقتی پلیس میاد شما احساس آرامش میکنید، صدای سوت اتومبیل پلیس که میاد شما احساس میکنید که تحت به اصطلاح حمایت قانون دارین قرار میگیرین. البته خشونت هم اصلا نمیخوام بگم پلیس همه جا نمیدونم تیپ مقدس هستن، نه، خشونت هم هست، ولی دفاع از آدم ها و انسان های مورد ظلم هم هست. حداقل من در آلمان که 40 سال خورده زندگی کردم همیشه شاهد بودم، دیدم که در مواقعی که شما مورد ستم قرار میگیری، چه زن، چه مرد، چه جوان، چه دختر، چه پسر، وقتی تلفن میکنید به پلیس، پلیس میاد احساس آرامش میکنید، احساس میکنید که زیر بال قانون قرار گرفتید. درست برعکس این در ایرانه. یادم چندین بار که من صحبت میکردم، امیر شهرتی فیلم های پخش میکرد از تبهکش نیروی انتظامی در مورد مردم، در مورد بزهکاران، حتی میگیم بزهکار، میگیم اعاذل اوباش، خود اینا اوباشتر از همه اوباشان دنیا هستن. همین چند روز قبل هم دوباره ریختن تو خیابونو یه عده کسانی که خارکوبیده بودن گرفتن و کتک زدن و انداختن پشت اتومبیل، صندوق اتومبیل و چون زن و بچهشون اینا رو خار و خفیفتر کردن،
و بعد بردنشون زندان. ولی همون سردار همدانی که در سوریه به تیر قیب گرفتار شد، همون اون در یه سخنرانیش گفت ما در جریان سال 88 از همین اراذل و اوباش عیناً حتی که زد این بود، از قداره بندانی که آشنا بودن به قداره و چماق و چاقو و پنجه بکسه اینا استفاده کردیم برای سرکوب ضد انقلاب فتنه. اون مرده که همدانی گفت، ولی اگه اونم نگفته بود همینانی گرامی همه ما میدونستیم. تمام اون فیلم ها نشون میداد که چگونه در خیابان ها این گوریل های حکومتی این اراذل و اوباش به جان دخترها و پسرهای ما افتادن و اونا رو کتک میزنن، حتی با باتون بیهوششون میکنن، دستاشون رو میشکنن، پاهاشون رو میشکنن. اینا مأمورین خفیه آقای امام زمان هم دیگه اسمشه. امیر شوراتی بیمار نشون داد که شما دیدید این به اصطلاح جوانهایی که میگفتن این اراذل و اوباش اینا رو سوار کامیون کرده بودن، بعد یه عده از این آدم های مثل لولو خورخوره زمان جوانی و بچگی ما بچگی میگفتن لولو اگه اذیت کنی لولو میخوره از چیزایی که در اون زمان واقعا قیافه های اینا این لولو ترسناک وحشتناک با اون هیکل های گنده که کاملا خودشون رو پوشوندن از ترس دیگه بگذر. این بچه هایی که گرفتن که همون بین 18 مثلا تا 25 حد درست این برگای درخت ها رو می کردن تو دهن اینا، دست ها اینا رو از پشت بسودن اینا رو کتک می زنن. همه تون دیدیم می دونم تکرار دارم و به اینا می گفتن صدای گوسفند در آید. این نیروی انتظامی مملکت ماست، اون داگستری ماست و اینا که اومدن مردم رو تعلیم می دن برای زندگی بهتر، برای تزکیه نفس، یعنی آخون دیگه، آخون در تمرکز یعنی روحانی در همه ادیان کارش اینه که تزکیه نفس میکنه. با آدم ها میگه آقا بیان سعی کنید به کارهای زشتی که کردید این کارهای زشت رو کنار بگذارید، بیاید در راه درست و راستگویی و حقیقتگویی اینا جلو بریم. این باید مثلا شعار باشه، باید باشه، نه که هست، نه. ولی در ایران درست برعکس، تجاوز به بچه ها، پسرهای کوچک، در برنامه های قرائت قرآن که 7 نفر رو این برده که مورد توجه آقای معظم هست، قاری محسوس قرآنیشون هست، به 7 بچه تجاوز کرد بین سنین 8 تا 12 سال. همین آخوندا شما میبینید که فیلمشو تو یوتیوب گذاشتن، یارو امام جمعه یکی از این شهرها بود به خانومه گفت من شوهرتو مأموریت دادم بره فلان شهر که من تو امشب تنها باشه. این اراذل و اوباش وزارت اطلاعات هم دور گذاشته بودن برای یارو یه پرونده دیگه بسازن. اتفاقی این خانومم آمد اونجا، این پرونده هم لورا قشنگ یه فیلم پرنو اینا درست کردن، اینا آخوندن، اینا قرار تزکیه نفس بکنن. بعدم سردار زرایی یادتونه که مأمور نیروی انتظامی که مردم رو به خاطر اینی که موهاشون بیرونه دختر و پسر دختر و زنای ما اینا رو آورده بود اونجا 20 تایشون رو لخت کرده بودن مادرزاد نماز بخونه اینا نگاه کن. من میتونم صدها نمونه اینطوری رو در وقاحت، سبوعیت، خیانت، جنایت، هرچی که شما از این چیزا میدونید براتون از این آخوندا و این حکومت بگم. آقای جهرومی یکی از کسایی بود که در جریان 3 میلیارد دلاری هیپومیل در بانها شرکت مستقیم داشت، رئیس بانک صادرات بود. همه این اتفاقات هم از اونجا سرچشمه گرفته بود، از بانک صادرات. ایشون یکی از اقوام نزدیک این مردک جنتی یه وجبیه 500 ساله و در ضمن داماد آقای ناطق نیرویه.
چند روز پیش محاکمش به پایان رسید، نمیدونم 3 میلیون 4 میلیون تومن رقمش، همین خیلی احمقانه بود. او رو دادگاه محکومش کرد، اون رو پرداخت مادی جریان پرونده 3 میلیارد دلاری 3000 میلیارد تومانی که یادتونی آقای یکی از اونایی که به سلو مسئول این جریان بود، میگم اینقدر این اسمو زیاده که آدم یادش میاد، اون رو اعدامش کردن. درست من یاد فاسق خدادار افتادم که مرحوم حسین خدادار برادرش بود، فاسق اینجا بود، منتها برعکس آقای حسین خدادار که با اینا از اول مخالف بود، آقای فاسق خدادار بعدش نمی اومد که بره و با اینا یه معاملاتی انجام بده، با رفیق دوستینا آشنا شد و رفت ایران و شروع کرد با این با اینا بازی کردن، خیال کرد با اینا میتونه از این کار بکنه. بعدم تو یک جریان ایران اونم مثلا رتبه 20 بود تو این جنایتکارا و دزدا، اصل کاری برادر آقای رفیق دوست، یه چی اومدن پرونده رو طوری درست کردن، فاضل خدادادو گفتن تو بیا اینجا یه امضا بکن برو، بردن در دادگاه محکوم به اعدامش کردن، اعدامش کردن بلافاصله. و برادر آقای رفیق دوست هم بعد از یه مدتی آزاد کردن، رفت دبی یه شرکت درست کرد. ناصر طبسی پسر اون آقای طبسی که فوت کرد، سلطان خراسان، میلیاردها زد به جیب، فیلم پارسی درست میکرد، سرمایه گذاری میکرد، هیچ کس نتونه سرفی بزن. یا کسای دیگه که ده ها پر میخوام برای شما اینه بگم که اون دادگستری اون آخوندهای ما هستن که باید تسکیه نفس بکنن، مردم رو راه نمایی کنن. بعد اون نیروی انتظامی ماست که میبینی چی کار میکنه. بعدم در مملکتی که همیهنانی گرامی خانخانیه، ما یه زمانی بود در زمان قاجاریه که شما میرفتی به پادشاه حق حساب میدادی، مثلا به ناصر دیشاه، به نمیدونم احمد شاه که به کمتر، محمد علی شاه، بقیه فتلی شاه، همینطور این شاه های قلابیه قاجاری، خواهین قاجاریه، بهشون پول میدادن، اینا سمت میتروختن. یعنی یکی میکردن و چی میگم ولی ولایت مثلا فرض کنید خراسان میدادن بهش و میگفتن آقا این پول تو که دادی به اعلیحضرت ناصر الدین شاه، حالا دیگه خودت میدونی هر جوری میخوای تو اون ولایت رفتار. اونم میرفت مردم به چوب و فلک میبست، آزار میداد، اذیت میکرد، دهقانینو اذیت میکرد، نمیدونم مردم عادی کاسه و اینا، ده ها برابر پولی که به پادشاه داده بود از این وسط در میاد. این شروع کار مملکت، شاه عنوان میبخشید، حکومت میبخشید، در برابرش پول میگیره، حق حساب میگیره. حالا همیهنانی گرامی الان اوضاع فرق نکرد، حکومت خانخانی بار دیگر برگشته تو ایران و اونم حکومت آخونده است. بنابراین تعجب نداره اگه نگاه میکنید میبینید که سردار قاسم سلیمانی جانی که فرمانده سپاه قدس، سعی کردن از اون چهره مثل مارشال ژوکوف بسازن که اون آلن ژوکوف استالینگراد نجات داده بود، آقای سردار سلیمانی بلند شده رفته تو سوریه با 4 تا پاپتی داعشی، نتونستن از پس اونا بریان، روز به روز هم تعداد بیشماری از این افاق به قول خودشون افاقنه و نمیدونم کسانی که حرم زینبیه رو مواظبت میکنن، حالا حرم اون بره اینا این برن، بگذاریم تعداد بیشماری از سپاهیان و این بسیجی ها همطور کشته میشن، جنازه میارن تو ایران و ایشون عنوان سردار قاسم سلیمانی تو منطقه استر کرده، طوری که میگن شانس آینده ریاست جمهوری با سردار قاسم سلیمانی. روزنامه‌های داخلی ایران هم می‌نویسن بعد آمریکایی‌ها اینو گفتن، بریتانیا نوشتن، در روزنامه‌های بریتانیایی و انگلیسی نوشتن سردار قاسم سلیمانی یکی از سرداران معروف، یکی از ژنرال‌های معروف 4 ستاره ایرانی که نمی‌دونم تاکتیک‌های جنگیش در منطقه کاملا شناخته شده از این مزخرفات.
و این آقا رو بازش کردن و اخیراً هم این به خودش اجازه میده که در کار وزارت خارجه دخالت کنه. از جمله دیروز سخنرانی کرده گفته این شیخ باسم نمیدونم فلان که در بحرین رهبر شیعیان یکی از رهبران شیعیان بحرین نه همین شالاتان های آخوند که در این مناطق هستن، حالا من نمیخوام طرفداری کنم از جریان بحرین، از خود اینا در هر صورت حالا چه اون سرش سنی های عربستان و وهابی عربستان باشن یا این برای یا داعشی باشن و نمیدونم طالبان باشن و القاعده باشن، چی تشیعش این برای مال حزب الله لبنان باشن و نمیدونم طرفدارای جمهوری اسلامی در یمن باشن و روسیا باشن یا هر کس دیگه فرق نمیکنه. اینا همشون یه عده آدمای جنایتکار هستن که کارشون اینه که منطقه رو آتش بکشن. حالا اون دولت قلابی بحرین هم اومده این شیخ به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی و رهبر یکی از رهبران تشیع بحرین رو ازش سلب تابعیت کرده. حالا از این کارهایی که جمهوری اسلامی بارها و بارها و بارها کرده ولی تا در دنیا یکی اعتراف کرده گفته این فضولی ها به شما نیمده اینجا مملکت ماست و ما اختیار داریم تو مملکت ما هر کاری دلمون کار بکن. حالا این وسط این جمهوری اسلامی تلویزیون داره، وزارت خارجه داره، رئیس جمهور داره که دور از جمهور قرار بوده که ایشون کاملا مستقل عمل بکنه، امید و آرزوهای مردم رو برآورده بکنه، مجلسی تشکیل شده که عده زیادی گفتن آقا بریم پای صندوق ها رو شروع کنیم تا نشون بدید که مردم ایران میتونن اراده و نظر خودشون رو به همین حکومت بقبولونن. داشتم کمیسیون 90 مجلس رو نگاه میکردم، برید نگاه کنید توی بی بی سی، توی نمیدونم رادیو فردا، توی سایت دویچه وله، ببینید اسامی کسانی که در کمیسیون 90 مجلس و کمیسیون خارجی مجلس عضویت پیدا کردن چه کسایی هستن. از اون اول نوشته ولایت ولایت ولایت، دو تا رو نوشته مستقل، یه نفرم اون تایی یا دو نفرم نوشته امید. میدونید امیده کی هستن؟ اونایی که انتخابات تهران رو به قول اصلاحچی ها اکثر شهرهای ایران رو بردن. همه گفتن این مجلس حداقل از 130 تا اصلاحچی برداره، نمیدونم حدود 80 تا مستقل هستن که اینا همه پشت به پشت و در مخالفت با خیلی چیزا در مملکت خواهند بود. حالا نشون میده که همه اون مستقلا و بسیاری از این کسانی که اصلاحچی بودن اینا همه گرایش پیدا کردن دوباره به سمت اون. کی میتونه در اون مملکت که بخور بخور هست، سفره پهنه و قدرت هم دست یه آدم آخوند متحجر عقب افتاده جنایتکار هست بیاد بره شجاعت به خرج بده؟ حالا مثلا پشت سر این آقای روحانی که چیکار بکنه؟ خود اون طرف میگه ما همه تحت فرمان مقام معظم رهبری هست، حالا با اون مخالفت کنه؟ کدوم عقل سلیمی از تو این دیوانه ها و جنایتکارانی که تو اون رژیم هستن میاد مخالفت بکنه با اون؟ هیچ، همه برگشتن تو اون تحویله مجلس دوباره اون سم. همونطور که در مجلس خبرگان یه نفری که آخر همه بود به زور چپونده بودنش تو، هیچ آوردن کردن رئیس مجلس خبرگان. یعنی زدن تو پوزه کسانی که میگفتن برید صندوق ها رو پر کنید. یه دم بادن تو خیابون رقصیدن و شعار و شادی و اینا که برنده شدی. چی شد؟ همون موقع من گفتم، همکارای من هم گفتن، گفتیم این آب از آب تکان نمیکاره. تا زمانی که این مرده که رهبر اون بالا نشسته، تا زمانی که این نهادهای سرکوبگر هست، کسی تو اون مملکت کاری نمیتونه بکنه. حالا دیروز تا باقال این مقام معظم روزخان بزرگ و رهبر واقعی داعش دو تا سخنرانی کرد. یکی این که مقامات عالی رژیم رو جمع کرده مثل منبع رفته اون بالا نشسته، اینا همه
مثل روزای اخفش نشستن همه تا نیمه میکنه همه اینجوری میکنه که این واقعا آدم خیلی غلط میکشه بگه من ایرانی هم و این گیاهخواری احمقانه اینا رو ببین همه اینجوری. بعد نشستون بالا فکر کن یه آخوند ده تومنی این و همه نشستن بزن روزه خانی اون بالا نشسته به اینا فرمان صادر میکنه که این دانشگاه نباید جای مخالفین باشه. در هیچ کجای دنیا سابقه نداره کسانی که با یه مملکتی مخالفن تو مجلس توی دانشگاه باشه. حرف و عراجیف بیمعنی که همیشه میگه و این نمیتونم اصلا در بسیاری از دانشگاه های دنیا از جمله در آمریکا این آمریکا در اروپا در آلمان در فرانسه دانشجوها میان تو خیابون درگیر میشن با نه تنها با دولت مخالفت میکنن بلکه با قانون اساسی هم مخالفت میکنن. همین تظاهرات چند وقت قبلی که در فرانسه انجام شد ده ها هزار صد ها هزار دانشجو ریختن تو خیابون تظاهرات کرد. بگذاریم ایشون گفته که جای انقلابی ها در دانشگاه است. انقلابی ها میدیم چی؟ تیرکش ها، بسیجی ها، اینایی که بسیج و سپاه و نمیدونم اینا رو میفرستن بدون کنکور بدون هیچی یه ده عقب افتاده احمد به عنوان اینکه اینا سهمیه یا میرم تو دانشگاه. کاری هم که اینا کردن اینه که یه مدتی جنازه میاوردن تو دانشگاه چار میکردن گفتن جایه یه دفعه نگفتن ببریم اینا رو بیت رهبری چار کنیم یا مجلس خبرگان چار کنیم یا بریم تو طبیعه مجلس این کار رو بکنیم نه یا سپاه پاسداران حتما باید میاوردن تو دانشگاه. حالا گفته دانشگاه جای مخالفی نیست، جای دیگر اندیشا نیست، جای کسانیست که به نهاد ریاست جمهوری و نهاد مقدس جمهوری اسلامی و نمیدونم اینا اعتقاد داشته باشه، به نهایت نهاد ولایت فقیه و نمیدونم قانون اساسی جمهوری اسلامی و از این حرفا اعتقاد داشته باشه تا بتونی تو دانشگاه درس بخونی. امروز هم یه عده اراذل اوباش جمع کرده به عنوان شاعر شعرای از کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، ایران، از همین شعرهایی که میرن میشینن این بحبه رو چهچه میکنن ازش تعریف میکنن اینا رو جمع کرده بعدم زده به سهرهای کربلا. اینی که من نبستی به شما بگم خودتون باید بدونید اولا این شعرها باید راجع به جنایات آمریکا شعر بگن، راجع به نهادهای مقدس جمهوری اسلامی یعنی خودشون میگه یعنی تعریف میکنه از ولی فقیه در مورد اینا شعر بگن، در مورد جنگ و مقاومت در جنگ شعر بگن، راجع به نهادهای انقلابی یعنی سپاه و بسیج و این چه بودشان این نیروی انتظامی اینا شعر بگه. بعدم گفتیم یعنی چی که من میبینم شما میگیم از بعضی از این هنرمندانی که اصلا اعتقادی به انقلاب ندارن میایین از اینا تجلیل میکنین اسم اینا رو میارین جلو و اون هنرمندان انقلابی که به حق باید اسمشون باشه و باید راجبشون صحبت بشه راجب اینا صحبتی نمیکن. تو رو به خدا ببینید مملکت چی شد؟ یعنی آقایون اومدن بهار آزادی رو برای ما بیارن، این همین آخوندا که اگر من فکر میکنم مرتجع ترین من فکر میکنم هر کس نمیکنم اسمان اینطوره من فکر میکنم از هر دسته حتی از لادترین ارازلترین چاوکشترین به جز آخوندا آدم هایی مثلا فکر کنید یه آدم از تیر آج رضایی رو رمزون یخی رو چه میدونم از اینا آدم گفتن آقا تو بشده احبت باقید کنید من بکرد بهتر از حالا بود. تمام این مدت 37 سال اینا سعی کردن با قوانین خود ساخته اندر آوردی به اسم اسلام یا حالا خود اسلام این مملکت رو روز به روز مردم اون مملکت رو مردم مظلوم اون مملکت رو بیشتر تحت فشار و فشار و فشار دارد. یه عده نشستن الان در قوم روز به روز دارن بیانیه صادر میکنن
که باید جلوی مردم چگونه گرفته بشه، اسید میپاشن، چاقو میکشن برای مردم، مردم و زنای تنفروش بیچاره ای رو که از فقر و بدبختی میان تو خیابون تنفروش کنن، اینا میگیرن دست جمعی میبرن میکشن، بعد آزادشون میکنن، قاتلینشون رو آزاد میکنن، بعد میگن نمیدونم سریال قتل‌های فلان، قتل‌های زنجیره‌ای نمیدونم خراسان، قتل‌های زنجیره‌ای آذربایجان، تا جای دیگه. ولی این کسانی که به اسم آخوند تو مملکت ما هستن، از نظر شرف حتی از این آدم ها پایین ترن، حتی اون کم فروش هاست شرفشون بیشتر از این هاست، هیچ اینا دارن مملکت رو میچاپن و میرن. و این جالبه که درست دارن کاری میکنن، یعنی احمدی نژاد که میگفت من پاکترین حکومت طول تاریخ ایران هستم، حالا معلوم شده که دوسترین حکومت‌های تمام تاریخ ایران. وقتی که خود اینا جریان نمیدونم چیزهای اتمی رو به وجود آوردن که الان معلوم شده می‌خواستن بمب اتم بسازن، یعنی که معلوم که بود ما که می‌دونستیم، ولی حالا مقامات جهانی دارن میگن از آزمایشاتی که در جاهای مختلف شده نشون میده که اینا فعالیت‌های بمب اتمی داشتن، خودشون این جریان رو به وجود آوردن، حالا خودشون این موضوع رو تموم کردن، حالا خودشون هم دوباره دفعه کردن من نچم سر مردم ایران باشیم واقعا. اما اجازه بدید به دو مسئله اشاره کنم. روز 22 بهمن یعنی روز انقلاب شکوهمند اسلامی، یه عده از طرفداران به حق این رژیم در زندان اوین و سایر زندان ها دست به تظاهرات زدن، مخصوصا زندان اوین. اینا میبینید چی بودن؟ اختلاس کنندگان 3 میلیاردی بودن، 3 میلیارد دلاری، که اون آقای خسروی که حالا اسمش یادم افتاد که اعدامش کردن، اینا از کسانی بودن که جز اون تیم بودن، اون بیشتر گفتن اعدام کردن. اینا تو زندان تظاهرات به نفع ولایت فقیه و داد میزدن مرد بر ضد ولایت فقیه. و این جالبه که در زندان اوین اینا اندیشکده ولایت درست کردن و دارالقرآن یا انجمنی درست کردن به اسم دارالقرآن، بعدم با رئیس زندان اوین رفیق اینطوری جشن مهمونی سیمیل آقایون اونجا چرب میکنن، زندان ها رو میدن اون قسمت هایی که مربوط به ایناست، موکر میکنن، مبل محسوس برای رئیس زندان گرفتن، نمیدونم میز گران قیمت گرفتن. و این جالبه رئیس زندان به اینا اجازه داده که چقدر دلشون میخواد قرص و مواد و اینا ببرن تو زندان و پولشویی هم انجام بده. دیگه حکومتی به درزه میخواین هم یعنی گرفت، حکومتی میخواستید شما که بهار آزادی بیاره، خب بیا همینطور بهار آزادی شما میبینید همه جا تو خیابونات، تو خونتون میرزن تو خونتون بهار آزادی دیگه، بچه تو خیابون جرأت نداری لباس بپوشی، میگن کوتاست، بالند، بلنده، این رنگش نمیدونم قرمزه، این چه زرده، حتی اینقدر بیشعورن که اون خدایی رو که قبول دارن که من بارها گفتم این گلایی که اون خودشون خلق کرده الله خلق کرده نمیبینن رنگای متفاوت داره، قرمز داره، سبز داره، آبی داره، میگم فقط میشه بگذاریم. بعدم که میدونید که اومدن یه جنجال افتاده راجع به حقوقای مقامات دولتی، معلوم شده در حالی کارگر مظلوم مملکت ما حقوق کنه تا بتونه 1,400,500 تا بگیره، تا بتونه حتی فقط و فقط نون خالی رو نمیدونم یه چیزایی بخوره که زنده بمونه. در این دولت جمهوری اسلامی، اولین حکومت بروی زمین، حکومت آقای امام زمان، حقوقای بالای 100 میلیون میگرفتن، پاداش های بابت خوشخدمتیشون 200-300 میلیونی میگرفتن،
که حالا البته رقمه رو آوردن پایین. یه فیلمی هست راجع به این جنجال دستموزها، دستموزهای بالای مدیران، که حالا از زمان احمدی نژاد و تمام نمیدونم رفسنجانی و خاتمی و خود همین رهبر دوزای جهان اینا شروع شده، حالا اومدن گره یکی رو گرفتن، روحانی رو گرفتن، چون آقا زیاد از این مقام منظم رهبری خوش اومد که اولین حکومت الله و حکومت آقا امام زمان، اینا مأمورین خفیه آقا امام زمان هستن، یعنی کسی نباید اینا رو بشناسه و حقوق میگیرن دیگه، مثل اون صحبه وزیر کشور احمدی نژاد بود محصولی، بهش گفتن آقا تو اومدی سردار شدی، این میلیارد ها ثروت از کجا آوردی؟ گفت من با آقا امام زمان شریک و دهنا رو بس دیگه، یعنی مملکت یه سفره پهنه و همه دارن از این خانه، همه این اراذل و باش از این خان بهره میبرن، شما میخواییم توقع داریم که چه اتفاق بیفته؟ وقتی که مملکت همونطور که گفتم خان خانیه و تمام این روز خانه و لاتا و اراذل و باش خودشون رو سهیم میدونن در این خانه گسترده، این مردم مظلوم میهن ما هستن که باید از دور نظاره کنن و روز به روز بیشتر فقر و بیچارگی و بدبختی گریبان نسل فعلی مملکت ما رو بگیر. امروز سه‌شنبه است، طبق روال روزهای سه‌شنبه من گفتگو میکنم با آقای علی زاهرزاده، ولی قبل از اینکه با زاهرزاده من صحبت بکنم راجع به انتخابات آمریکا و وقایعی که بعد از جریان به اصطلاح ترور آمریکا پیش آمد در فلوریدا در اورلاندو، یه فیلمی برای تو پخش میکنم در مورد جهر و خاک کردن آقای ترامپ بعد از این جریان و حرفایی که در مورد مسلمانان و اینا در آمریکا. آقای ترامپ نظرش رو چگونه گفت و در سخنانش مسائلی رو مطرح کرد. همین مسئله یعنی انتخابات آمریکا و جریاناتی که منجر به اصطلاح این اختلافات عمیق حتی در داخل حزب جمهوری خواه شده، اجازه بدید در برنامه امروز با دوست بسیار گرامی روزنامه نگار قدیمی علی زاهرزاده مطرح میکنه. آقای زاهرزاده درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی، همینطور همه هموطنان عزیز بینندگان گرامی. خب آقای زاهرزاده، بعد از این جریان اورلاندو و کشتاری که این افغانی تبار آمریکایی شده انجام داد، آقای ترامپ بار دیگر خیلی شروع کردن ایشون گرد و خاک کردن و روی صحبت‌هایی که قبلا داشتن تاکید دوباره کردن، چون این اواخر داشتن یه مقداری فاصله می‌گرفتن حرفای قبلیشون و باز خود این جریان باعث مخالفت‌های چه در حزب دموکرات و چه در خود حزب آقای ترامپ یعنی حزب جمهوری‌خواه شد. افکار عمومی در جهان هم روی خوشی نشون نمیده به این حرفا. الان وضعیت چطور؟ انتخابات در چه مرحله‌ای؟ یعنی فعالیت های انتخاباتی برای این جریان اولاندو چقدر تأثیر گذاری کرده بر روند انتخاب؟ از خود این موضوع شما یه سال دید، خب شما چند مسئله رو در واقع مطرح کردید. مسئله اتفاقی که در اورلاندو افتاد، این اقدام جنرال کارانه که اونجا صورت گرفت و 49 نفر کشته شدن توسط آقای عمر نسیم، خب مجددان مسئله داشتن سلاح در آمریکا رو بیش از پیش باز مطرح کرد و در این زمینه البته توجه دارید که مثلا خود آقای ترامپ یکی از ایراداتی که از هر طرف بهشون باید بشه اینه که در این زمینه موضع روشن و مشخصی نداشته و علی‌رغم اینکه مثلا این تشکیلات بسیار عظیم National Rifle Association یعنی انجمن تفنگ صاحبان تفنگ رو ترجمه از آقای ترامپ این پشتیبانی رو حمایت کردن، ولی در خود اون تشکیلات هم امروز افرادی هستن که باید با توجه به صحبت‌های اخیر آقای ترامپ اظهار ناراحتی و نگرانی میکنن.
این البته از طرف اونهایی که موافق آزادی اسلحه هستن و در کل هم تازه داره که هفته پیش بازی مسئله خب دلیل اصلیش این حادثه اورلاندو بود، بعد به مجلس کشید و گروه زیادی از نمایندگان دموکرات فعالیت زیادی کردن، از یک از سناتورهای دموکرات در مجلس سنا به یک شگرد تشکیل اداری درونی سنا متوسط شد و 16 ساعت بدون انقطاع سخنرانی کرد و نهایتاً بقیه یعنی بیشتر رپابلیکن‌های جمهوری خواه قبول کردن که مسئله بررسی به این موضوع رو وارد دستور کار بکنن و همینطور هم شد. ولی همونطور که انتظار می‌رفت در همین موارد با آرای اختلاف 12 نفر 8 نفر این کارها به هر حال به نتیجه نرسید و موضوع خل اصطلاح و یا ممنونیت حتی مسلسلهایی که خب از دید بسیاری دلیل نداره واسه مردم عادی باشه همونطوری که قبلا بوده باقی و هیچ اتفاقی هم نرسته و من فکر میکنم که حالا این در این زمینه اتفاقی بیفته. حتی اگر آقای ترامپ موفق بشن رئیس جمهور بشن باز خب مسئله ساده نیست، همونطور که بیشتر هم صحبتون هست کردم مسئله از دادگاه عالی فدرال آمریکا باید گذر کنه، بعد مسئله تفسیری که این دادگاه از متمم شمال دو قانون اساسی آمریکا داره که به ذهن بسیاری به حالا به خاطر مسائل انقلابی 215 سال پیش میگه به ذهن بسیاری این حق مردم میده و برای عوض کردن یک متمم قانون اساسی به یک بند قانون اساسی هم که پیشتر مرد کردن در یه اصلا و عبدا به این سالگی نیست صحبت داده که دو سوم ایالت ها باید رای بدن، این خلاصه جریان فساد طولانی داره. این است که هر از گاهی متاسفانه با این اتفاقاتی که رخ میده این موضوع مطرح میشه و یه صحبت میکنن طرفی و یه چیزی حدود یکی دو سه هفته بعدش هم تقریبا همون اوضاع به حال عادیش برمیگرده. اینه که علیرغم همه این صحبت ها حالا مبارزه آقای ترامپ هم که عرض کردن عملا روشنی فکر میکنم به این زودی نتیجه در این زمینه داده بشه یا حتی در آینده های دور از این داده از این خدمت کنید. خب آقای زرزاده الان وضعیت حزب دموکرات کاندیدای حزب دموکرات آقای سندرز و خانم کلینتون تقریبا خانم کلینتون وضعیتش تثبیت شده، اون موقعیت بسیار بالایی داره ولی با وجود این آقای سندرز داره ادامه میده به کار تبلیغاتی خودش و کاندیداتوریش. این طرف قضیه ولی آقای ترامپ تمام رقبا کنار زده و مسلم شده تا به حال که خب کاندید اوله. وضعیت انتخابات رو اگر انجام بشه مثلا همین الان اگر انتخابات در آمریکا برگزار بشه کی میبره؟ آقای ترامپ میبره یا خانم کلینتون؟ والا طبق آخرین نظرخواهی که کردن و اعلام شده در حال حاضر خانم کلینتون از آقای ترامپ پیشی گرفتن. آقای سندرز دیگه تقریبا باید واقعا بذاریم که لاسون موجودیت ایشون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری عملا منتفی شده و همونطور که یکی دوبار هم صحبت کردیم آقای خارجی موضوعی که ممکنه بهش رفت عنوان ایشون رو مطرح کنه این است که از نظر حضور و مسائل اشکالاتی خانم کلینتون دارن یک موضوع اونجا مطرح بشه و قرار جونی علیه ایشون صادر بشه که خب در اون حالت آقای سندرز با توجه به موقعیتی که دارن از نظر آرای که اخذ کردن شانسی خواهند داشت ولی دیگه احتمال اون هم به نظر من در حال حاضر بسیار ضعیف است. و اصلا موضوع شما از نظر بین خود خانم کلینتون و آقای ترامپ هم سیار کرده من خانم کلینتون پیشی گرفتن و ظرف هفت روز گذشته هفته بسیار بد هفت در روز بسیار بدی بوده تا برای آقای ترامپ صحبت رو کردن. خب توجه دارید که خیلی از مواقع ایشون صحبت های زنده نقیل می کنن و حتی با صحبتاتی در گذشته کرده بودن همچه سازگاری نداره ولی باز هم بیان مطالعه بیزرد دوسته رو سی زنده نقیل باشن خب این قضیه رو واقعا بدتر میکنه. این از که این هفت در روز گذشته برای آقای ترامپ مدت بسیار بدی بوده و احتمالا یکی از دلایل اصلی پیشی گرفتن خانم کلینتون هم
مسائل هستی حالا به موازه ایشون مختلف در موجوهی مختلف من جمعه همون مسئله اصله و اصله و این هست این هست که تا اون حدی که جمهوریتی من زنسان یک جنوب گذاشته فرازی اتنی کنم که در خود حزب جمهوری ها مجددا صداهای جدی تری برای مقابله با آقای ترامپ و کنار گذاشتن ایشون و یا حد اقل قضیه برخورد پایشون در اون کنوانسیون حزبی که در آینده در ماه جولای خواهند داشت پیش اومده و یک چیزی نزدیک به طور علنی حتی حدود 400 تن از این دلیگاسیون ها یا اون فرستادگان و اعزامی‌های به این کنوانسیون دارن باز این مسئله رو مطرح کردن که علیه آقای ترامپ در کنوانسیون بلند شدن و گفته میشه تعداد دیگه هم هستن که بنا به دلایل متعددی در این زمینه صحبت نمی کنن. حالا یا ترس دارن یا اینکه به هر حال دلایل دیگه براشون هست. اینه که شاید ما شاهد یک واقعا برخورد جدی بین اون فرستادگان کنوانسیون حزب جمهوری خواه در کلیولند باشیم در ماه آینده و این جنبش ضد ترامپ هم که از کردن واقعا توسعه بیشتری گرفته و یک افرادی مثل سخنگوی مجلس یا رئیس مجلس نمایندگان که از حزب جمهوری خواه است و عملا مقامی بعد از رئیس جمهور از نظر نفوذ و قدرت داره عملا مطرح کردن که در اون مسائل صحبتی نمی کنن و این خیلی حرفه که پشتیبانی از نکنن ایشون از برای نماینده حزب خودشون که حزب جمهوری خواه باشه و واقعا مسئله کوچکی نیست آقای فرجی و ظرف یکی دو هفته آینده حد اکثر تا موقعی که این کنوانسیون تشکیل میشه واقعا امروز با تمام سابقه های انتخاباتی که ما شاهد شدیم فرق میکنه و واقعا مشکلی که فرد بتونه نظر خیلی همچین نسبتا قاطع ارائه کنه. خیلی سپاسگزارم آقای زهرزاده عزیز. من میدونم که هر هفته که جلو میریم این جریان انتخابات در آمریکا وضعیت مهیج‌تری پیدا میکنه. من امیدوار هستم که در هفته‌های آینده بتونیم گزارش‌های جالب‌تری رو به اطلاع همینانان گرامی بدیم. خیلی سپاسگزارم ازتون. با درود بر آقایان. خب همینانان گرامی، ضمن سپاس از امیر شهرتی نازنین، از شما هم سپاسگزارم که به برنامه امروز من یا امشب من توجه کردی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.